سلام، خوش اومدید به برنامه هفتگی هادی و گربه اش، که این برنامه رو من البته از خونه تهیه میکنم و میفرستم برای شما. در واقع برنامه خانگی، حالا وسطاش بوی قرمه سبزی بلند میشه، متوجه میشید اتاق فرمان ما آشپزخونه هم هست، نه یا در واقع آشپزخونه ما اتاق فرمان هم هست. چه خبر؟ چه خبر که ما میگیم موقعی که خبر داریم، منتها همجوری یهو نمیتونیم بی مقدمه عنوانش کنیم، اول میگیم چه خبر و طرف میگه قابل عرض شما چه خبر، اون وقت من خبرها رو همینجوری ما میگیم چه خبر. خبر اینی که آقا این شاعر دربند ما آقای هالو پیام، عالی پیام، متخلص به حالو که اون هفته مفصل راجبش صحبت کردیم، هنوز تا این لحظه ما خبری ازش نداریم. تنها خبری که از این نوع داریم اینه که 3 ماه پیش تندروان اسلامی ریختن توی دفتر مجله هفتگی چارلی که فرانسویش میشه شارلی ابدو، و خبرهای مفصلشو همکار ما اون موقع محمد رضا شاهید از پاریس براتون داد. خیلی ممنون از اتاق فرمون که عکس آقای شاهید همکار عزیزمون رو هم فرستادن اینجا. و یادتون هست که در حمایت از اون مجله و اون 12 نفری که کشته شدند یا سردبیرش و اینها، این شعار همه شارلی هستیم، ما هم شارلی هستیم، باب شده در اومد. پیش از اون چند سال پیش ما ایرانی ها ابداع کردیم، شاید این رو که گفتیم همه مجید هستیم، موقعی که مجید توکلی دانشجوی مبارز و شجاع فرار کرد از دست اینا با این ترفند که لباس زنانه پوشید، و لباس زنانه پوشیدن هیچ بد نیست، زن هیچ کمتر از مرد نیست، و من هم اگر جایی لازم باشه که از دست اینا بخوام درورم لباس بچگانه هم ممکنه، به غیر لباس آخوندی که به هیچ شکلی آدم حاضر نیست بپوشه، هر لباس دیگه ای رو میشه پوشید. همون روزها من هم یه همچین عکسی از خودم، حالا مونتاژ شده بود یه جوری، یه جا دیدم، آره دیگه مونتاژ شده بود، خودم نبودم ولی تشویقشونم کردم که گفتن خیلی از فعالان سیاسی روسری سرشون کردم و گفتن من مجید هستم، و بسیار کار خوبی بود. و ما شاید این من مجید هستم ما بود که حالا نه، همه چیز هم ایرانی ها اختراع نکردن، غیر از چرخ که میگه ما اختراع کردیم، قبل از ما چرخ نبوده چیز نه، حالا از این چیزهای ایرانی هایی بعضی ایرانی ها میگن، ولی خب من سعی میکنم که جزء اون بعضی از ایرانی ها نباشم. شروع کردن من شارلی هستم، و الان این پوستر رو هم من درست کردم، محمد رضا عالی پیامه که او هم میگه من شارلی هستم، ولی البته خب البته قبلا حالو بوده. این زندانی کردن این هموطن و همکار خوی سوق ما از نوع همون خشونتیست که در پاریس شدیدتر از این اجرا شد، و ایشون تنها شاعری نیست که این بلاها سرش اومده، شعرهای دیگه هم، طنزگویان دیگه هم داریم در جمهوری اسلامی که به هر حال رفتن و حاضرم نشدن هیچ کدوم، چون تو شب شعر شاعر، شب شعر مقام معظم رهبری شرکت کنن، و حالو شارلی شد.
هالو شارلی شد، هالو شارلی شد، عدل اسلامی بهش حالی شد. یه دونه سروده هست تقریبا توی سایت گویا اومده ولی شفاهیه در واقع، خودم براتون باید بخونم. اونجا نوشتم که این سروده شعرانه است با نگارش شفاهی، لطفا با صدای من برای خودتان بخونیدش. حالا من خودم با صدای خودم برای شما میخونم. هالو شارلی شد، هالو شارلی شد، عدل اسلامی بهش حالی شد. رهبر نشسته خوشحال و خندون، امر مطاعش هالو به زندون. هالو چه کرده؟ کرده اعتراض، یک کمی بوده زبونش دراز. رهبری گفته که بشه ادب، بلکه به کلی بکشه عقب. هیلا صدیقی اونم شاعر بود، شعرهای تلخش حی و حاضر بود، زنده بود ولی خب تلخ بود، طنز نبود، جدی بود، یا اگر طنز بود هم طنز تلخ بود. هیلا صدیقی اونم شاعر بود، شعرهای تلخش حی و حاضر بود. یک روز رهبری نشون داده خشم، اینجوری کرده با گوشه چشم. آخه اینا دستور صریح که نمیدن که، میگن اصلا اون فلانی هنوز زنده است، اون اطرافیان اون یورو ژیگولای کاپشن چرمی پوش و فوکولی که دور و برشون هستند، اونا خوش خدمتتر از خود این طلبه ها و آخوندهای اطراف آقان، این ژیگول مذهبی های از خورد داده. بله، یه روز رهبری نشون داده خشم، اینجوری کرده با گوشه چشم. هیلا رو بردن دادگاهی کردن، تا دم اوین همراهی کردن. هیلای باهوش، هیلای خوشگل، موندش تو سکوت اون براش مشکل. چارش این بود که دفع شر کنه، راه هر چی بود که شوهر کنه. البته با یک دوست قدیمی و صالح خودش، یک شوهر خوب، یک شوهر ما، هیلای کمی شده سر به راه. البته فیسبوکشو داره، اونجا حرفاشو میزنه، ولی به هر حال بعد هم با استاد بادکوبه‌ای بود، مصطفی بادکوبه‌ای. بادکوبه‌ای بود شاعر دیگر، شعرش محکم و حرفش معتبر، استاد سخن، مرد معترض، رد شده انگار از خط قرمز. رهبری فرمود این همین الان یا بره بادکوبه رهبری فرمود این همین الان بره بادکوبه یا بره زندان. بادکوبه‌ای شد عازم اوین، گفتن باد بکوب همین. ولی مصطفی نمیشه خاموش، بار شعرشو میکشه به دوش. پیش از این ستن چند نفر دیگه کشته میشن چون رهبری میگه. پشت سر هم چهار نویسنده، یکی مختاری، یکی پوینده، غفار حسینی، امیرعلایی، کشته شدن با حکم ولایی. و باز و باز همش تو این شعر جا نمیگیره. فهرست کشتن داره ادامه، جا نمیگیره تو این برنامه. رهبری حالا خیالش خوشه، یا حبس میکنه یا که میکشه. جنایات اون نداره حساب، ما رو بگو که کردیم انقلاب. ما رو بگو که عارف و عامی، از راست و از چپ شدیم اسلامی. تقصیر ما بود یا شاه سابق، عاشق اسلام، خصم مصدق. مصدق میگفت بکن سلطنت، مبرا بمون از مسئولیت. شاه میگفت که این مخالف ماست،
هوامو داره حضرت عباس. شاه میگفت که این مخالف ماست، هوامو داره حضرت عباس. میگفت که وقتی افتادم از اسب، حضرت فریاد زد قاچشو بچسب. یادمونه دیگه، شاهنشاه فرمودن تو رو امام داوود محلش هم دقیقا گفتن. حالا اگر که امروز بود میرفتن اونجا رو زیارتگاه میکردن، اونجا که اون سنگ که آقای خامنه ای روش نشسته، میخوان اونجا رو امام زاده جلوس. اون دفعه گفتم حالا برحال میگه که میگفت وقتی که افتادم از اسب، حضرت فریاد زد قاچشو بچسب. روز تاسوعا، روز عاشورا، شاه میرفت مسجد میگرفت عزا، یا میرفت مشهد اندل اقتضا، درد دل میکرد با امام رضا. آویزون میشد از ذریعه اون، آفرین به اون شاه آویزون. میدادش هر سال ذریعه طلا به امام حسین توی کربلا. والا حضرت ها مشغول قارت، آقا ول میکرد میرفت زیارت. خانه کعبه در انتظارش، شاه با عکاس و با فیلم بردارش. احرام میبست و میگفت یا الله، از حج بر میگشت میشد حاجی شاه. سازمانی داشت اسم اون اوقاف، پول مملکت مایه اسراف. آیت الله و حجت الاسلام، پول یا مفت و آیات عظام. این وسطگاهی یه دونه آخون دستش رد میشد، بی نصیب میموند. بنا رو میذاش بداد و فریاد، مسلمونی رفت ای داد بیداد. همین که میکرد مخالف خونی، سواک میکردش دو روز زندونی. همین که میکرد مخالف خونی، سواک میکردش دو روز زندونی. آخونده میدید آخچون راستراسی زندانی شده، اونم سیاسی. به همین ترتیب میشد آخونده قهرمان اون خلق وامونده. شاه هم از ترس چین و شوروی میخواست که مذهب بمونه قوی، همچنین ترسش از چارده معصوم، آخوندا آزاد، چپیا معدوم. شریکا شدن کشته در جنگل، آخوندا زنده مسجد محل. حالا آخونده ادعا میکرد، جلوی دربار دکون با میکرد، دکون دین و کیوسک اصول، دکه خدا سوپر رسول. دکون عفت، دکون عصمت، غیرت نداره این اعلی حضرت. بفرما اونم جشن هنرش، بی ناموسیشو ببین خبرش. گذکم خب رژیم دست اینا میداد دیگه، خودمون نیما. حالا غریبه که تو داغ فرمون نیست. بفرما اونم جشن هنرش، بیناموسیشو ببین خبرش. حق رأی میده به زن مردم، مگه میذارن آخوندای قوم. دوباره رژیم میرسید به دو، ساواک از عقب، آخوند از جلو. ما هم که بودیم دلخور از ساواک، جوونامونو کرده بود هلاک، از همون آخوند کردیم حمایت. این خلاصه کل حکایت. البته که شاه زیاد نمی کشت، کمتر کشته از انگشتای مشت. باید که بودیم همین جوری خوش، می گفتیم بمون ولی کم بکش. اما بی خودی انقلاب کردیم، این آخونده رو انتخاب کردیم. رفیقی دارم سلطنت طلب، اینجوری میگه
خیلی مؤدب. خلاصه که چی؟ سر رسید امام، احساسش هیچ و هیچش با دوام. ناگهان مثل فاطمه اره امام امت میزدش نره، نعلینش به دست، با منم منم توی دهن دولت میزنم. ما هم بروار، ما هم توتیوار، مرگ بر بختیار، مرگ بر بختیار. اون گفت که غیر از دولت لاییک میکشه این کار به جای باریک. میگفت حذر از نعلین مذهب که میخورینش هر روز و هر شب. باز ما دوباره تکرار و تکرار، مرگ بر بختیار، مرگ بر بختیار. ملت که شد از بختیار جدا، بازرگان اومد، مرد با خدا. رفراندوم شد، جمهوری اومد، زن بی چادر، چادری اومد، انتخابات کاملا آزاد. بنی صدرشو آقا فرستاد. دیوونه بودیم به قول بنان، اشعه اومد تو موی زنان. دوزاریامون کم کمک افتاد، خاک بر سر شدیم عیداد بیداد. خارجی ببین چه کارا کرده، انگلیس کرده، آمریکا کرده. شعار شروع شد مرگ بر آمریکا، هم ما میگفتیم هم خود آقا. تفاهم داشتیم. آقا شروع کرد به کشت و کشتار، مرگ بر بختیار، مرگ بر بختیار. هزاران جوون شدن قتل عام، تحریک حزب و دستور امام. شاه اگر یکی این هزار هزار، شب و روز میکشت ماشین کشتار. هنوزم بعد از این همه زمان، دستور روز اعدام و زندان. قتل و غارت ها داره ادامه، خودشون میگن راه امامه. زندان ها پره در غیاب او، آخرینشون آقای هالو. شارلی هالو شد، هالو شارلی شد، عدل اسلامی بهش هالی شد. هالو رو بردن زندان اوین، گفتن که بیا اینجا رو ببین. اولش گفتن تو بند هشته، بعد خبر اومد در گوهر دشته. با پای خودش رفت اوین در بس، سلامت باشه هر جایی. تو دو هفته گذشته من وقت دیپرست میشم، یعنی افسرده میشم، دیپرشن میگیرم، افسردگی میگیرم، حالم خلاصه خوش نیست. برای که حالم جا بیاد این به سخنان آقای رفسنجانی در سال روز نمیدونم در گذشته روز زن بوده و نمیدونم همسر امام فوت کردن اینا گوش میدم و میبینم که اولا این آقای رفسنجانی چه مرد شریفیه، چه حرفای خوبی میزنه. مردم نباید از حکومت بترسن، حق کسی نباید خود بشه، دوستی نباید بشه. آقا ایشون به خود با رئیس جمهور آهان شده قبلا، اگه نشده بود به نظرم ایشون با رئیس جمهور بشه. خیلی حرفای خوبی داشتم، میشد نشد. البته کنفی هم شد، حالا تو همین صحبتش کنفی هم میندازه تقصیر همسر امام، میگه که همسر امام منو خواستن، گفتن این امام این انقلاب خورده رو دست شما سپرده، شما اینا رو میشناسین داری میدین دستش، یعنی احمدی نژاد اینا رو. بعد ما هم گفتیم که خب حالا شما میفهمیم دم آخر، چون حالا عیال امام گفته بود، حالا هر کی که از دنیا میره به هر حال یک نقشی سهمی داشته که آقای رفسنجانی بعدن افشا میکنه. بعد از درگذشت امام گفتش که امام گفت این آقای خامنه ای باید رهبر بشه، اینجا میگه که ایشون گفتن و
دم آخر چیز دیگه هم میگه، میگه اولا امام میگه پیش از انقلاب غیرتی بودن، یعنی حتون که متعصب بودن، میگه که این گفته هاشه ها، میگه که حضرت امام خیلی به حقوق زن و مقام زن احترام میذاشتن، بعد میگه خیلی هم متعصب بودن و به همسرشون میگفتن این مردی که برای خونشون خرید میکنه، میگفتن چرا انقدر تو با این حرف میزنی، دو کلمه بنویس بهش بده. اینن براتون نقل میکنم، حتی دو کلمه رو دقیقا امام خودش هم دو کلمه ای بود، دو کلمه بیشتر نمیشه اعدام شبت. حالا برای من هم نوشته، الان فرصتش نیست با یه برنامه میزنم در این مورد که بگذاریم. ما میگه که بعد میگه که چقدر حتی میگه که روی مردگه مرد خونه که حساس بوده، میگفته که آیت الله پسندیده آقای رفسنجانی، اینن میگه که آقای پسندیده اگر میومد چیزی میخواست بده یا بگیره از خانم امام، یا تو نمیرفت، یا علای در یا علای پرده میداد. خب خیلی امام دمش گرم، زمانش ها اینجوری نبود. شاپور غلامرضا اگه یه چیزی میخواست از مثلا شعبان و فرس صاف میداد روی کاخ با آجودانش و اینا و رئیس دفترش و اینا، اصلا اینجوری رعایت نمی کرد. برای همین هم انقلاب شد دیگه، انقلاب شد اینجوری که اینو رعایت کنن. حالا من این حرف آقای رفسنجانی رو که اینا نقل کردم براتون، دنبال یه مدرکم گشتم اتفاقا، ولی در خونه چرا از لای در ندادی؟ بعد اینجا ما آیت الله پسندیده توضیح میده که توضیح مسائل کلوفت بود از لای در مقدور نبود داداش. بعد وقت راستی آقای رفسنجانی میگه بعد از انقلاب دیگه امام اینجوری نبودند، یعنی غیرتی نبودند. میگه حتی این امام که نمیذاشت همسر خودش کسی صداش رو بشنوه، بعدش طوری شد که دختر جوان خودش در حضور خودش برای مردم صحبت میکرد. البته این دختر جوان خودیه شو که میگه آقای رفسنجانی خود هیزی توی کل این بیان هست که حالا دختر جوان خودشون رویشون که بر مردم صحبت کنه و نتیجه میگیره. حتی میگه بعد از انقلاب اینجوری نبوده، بعد نتیجه دقیقه مشخصش میگه که بعد از امام، بعد از انقلاب دیگه امام غیرت نمیدونم چرا اینجوری میگه رفتن جوری، خلاصه بلد کارشو دیگه. حالا میگیم که دختر امام، ولی با اینکه جوان بودنش عکس دختر امامو اتاق فرمان آشپزخانه نشون بدین، نه اینکه برادر امامو، امام برادرش، نه دختر امام، این امام برادر آنه، این دخترای امام هن؟ بله این دخترای امام هستن. خب من فکر کردم بازم امام برادرشون. خب اینا بله، البته امام بی خودی هم زیادی هم حساس بودید که آقای رفسنجانی هم باید کوتاه بیاد و اینقدر هم حالا در قیابش پنبه چه نزنه، برش کن بر پیکارش. اینم از این. جمهوری اسلامی میگه که تاسیسات هسته‌ای و اتمی رو برای امور
جنگی نمیخواد، مثل که برای امور زیارتی میخواد استفاده کنه. و این عکسایی رو که میبینید اختصاصی برای askarqa.com تهیه شده، چند سال پیش گذاشتم، حالا دوباره برای شما میگذارم. تو فیسبوک منم هست، حالا من یه بارم برای فیسبوک خودم تبلیغ کنم، فیسبوک خودشه عکس ها هستش. این مسجد گوهرشاد گمانم که نیروگاه هستی با همون وضعیت اتمیش و با همون دکور گنبدیش با همون کاشیکاری ها هستش این یکی. و این هم همینجور، این باز یه نیروگاه دیگه هست، مسجد گوهرشاد. مثل که اون یکی مسجد گوهرشاد بود، نه اون یه گنبد دیگه بود، این مسجد گوهرشاد فکر میکنم باشه، که چیزای هسته یا اتمی اینجا هست و گنبد و بارگاه هم خوشبختانه هست، گلدسته ها هستن، کار موشک نه بکنن، قرار نیست که کار بمبی بکنن، استتار هم البته میتونه باشه، یعنی اینجوری چیز کردن که بگن زیارتی. این هم بارگاه امام رضا، مسجد طلای امام رضا، و اونور هم که باز اون نیروگاه هسته راکتوری، نمیدونم سانتیوفوژی طلا که اونجا هست در بارگاه سامن الائمه. سامن الائمه یعنی امام هشتم، و امام رضا تنها امامیه که نمره داره، یعنی البته همه ائمه محترم امام اول، اما هیچ کدوم رو به نمره شون سر نمیگه، مثلا یا امام چهارم یا امام اول یا امام، ولی همیشه میگیم که یا امام هشتم. در این تنها امامی که کد داره، نمره داره، و این هم که بارگاه امام هشتم میگه قبر امام هشتم سلطان دین رضا را از جان ببوس و بردر آن یادم میومد. اون موقع میرفتیم، من رفته بودم مشهد، اون بسته دور بس حرم امام رضا که چه کسافت خونه بود. البته تیمسار ولیان که استاندار شد یک پاکسازی کرد اونجا رو، اون نکبت و کسافت و عقب نشود، یعنی هم بین برد، ولی خب ما هم بدتر بسته کرد، ولی به هر حال دور حرم و دور امام رضا و امام رضا به هر حال همون وضعیت باید برگرده دیگه. حالا هزار تا تیمسار ولیان بیاد و تمیز کنه، عکاسا بودن که اون موقع فتوشاپ اینجوری بود که اینا یه دونه عکس بارگاه و اینا رو داشتند، بعد آدم میرفت جلوی همین عکاسای از این جوای اینجوری آستین داشت میرفت و آستینش میرفت اینجوری بگی عکس بگرفتین، بعد این عکسو فیلم هم اون موقع میگفتن شیشه، رو شیشه بودن، فیلم نبود، مثل این سور میگفتن شیشه، شیشه شمین داخل اون، بعد یه عکس در می آورد اینجوری فوتوشاپ، ولی فوتوشاپ و اطراف حرم امام رضا اختراع کردن گمان میکنم اون وقت. آره یه بیت شعرم معمولا می نوشتن که من بنده درگاهتم قبر امام هشتم سلطان. یه بابایی بوده از اصفهان رفته بود اونجا، عباس قلی بوده اسمش، و اینم میخواسته یه بیت شعر بگه که اون زیر بنویسن، بعد اسمش توی یه مصرع جا نمی گرفته،
بعد گفته بنده درگاه تو مشتی عبا سقلی باد یا امام رضا. اینم از اون ادبیات مذهبی ریاکارانی هستش که به هر حال تو زبان ما و تو مملکت ما و جزء این از اون جزء شیرینکاری‌های شعری که بعضی وقتا تو مجامع می‌خواستیم یه حالی بکنیم میگفتیم و میخندیدیم بنده درگه تو مشتی عبا سقلی باد یا امام رضا. تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم، هفته تا حد امکان خوشی رو براتون آرزو.